به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سلام و عرض ادب و احترام دارم به ایرانیان عزیز مقیم آلمان. خوشحالم که فرصتی فراهم شد که در موضوع روز بزرگداشت استاد شهریار و روز شعر و ادب فارسی که دو دهه است در تقویم ما روز 27 شهریور ماه با این عنوان قید می شود دقایقی سخن بگویم. پیشانی سخن رو با بندی از هذیان دل استاد شهریار تزئین می دهم. افسانه عمرم آورد خواب، عمری که نبود خواب دیدم. در سیل گذشت روزگاران امواج به پیچ و تاب دیدم. از عشق و جوانیم چه پرسی؟ من دست گلی براب دیدم، دل بدرقه با نگاه حسرت. استاد سید محمد حسین شهریار که روز شعر و ادب فارسی به نام آن بزرگ نامیده شده است، در تبریز متولد شده، زندگی پرفراز و نشیبی داشته، دوران مشروطیت رو طی کرده، در دوران کودکی مبارزات مشروط خواهان و آزادی خواهان را به چشم خود دیده، سالهای جوانی رو در تهران طی کرده، با بزرگانی از شعر و ادب فارسی ملازمت و مجالست داشته، سپس به تبریز مراجعت کرده، دهه های واپسین عمرش رو در تبریز طی کرده، در سال 1367 به درود حیات گفته است. شهریار شاعر جاودان سخنی است که از معاصرین ما تفوق و برتری او رو حتی مخالفین شهریار قبول دارند. تا که شهریار زبانش زبان مردم است. در عین اینکه شعر او فخیم و با صلابت و استوار است، در همه قوالب شعری، اعم از غزل، قصیده، مثنوی، قطعه، دو بیتی، رباعی، شعرهای بسیار نابی سروده، به ادب کلاسیک ایران تسلط کامل داشته و شعرش جدای از مردم نبوده است. شهریار غیر از اوزان و قوالب مختلف شعری، در مزامین مختلف اجتماعی، عاشقانه، عارفانه، توحیدی، مناسبتی شعر سروده است. در حقیقت شهریار شعر را زندگی کرده است. یکی از دلایل محبوبیت روزافزون استاد شهریار این است که شهریار در کنجی عزلت نگزیده که شعر به سرایت و قافیه پردازی بکند، بلکه شعر رو زندگی کرده. چند دوره مشخص در زندگی شهریار هست. در جوانی که به تهران مهاجرت کرده، دارالفنون رو تمام کرده، وارد مدرسه طب شده
به یک عشق دوچار می شود که عشق ناسرانجامی بوده و خود استاد اون رو به عنوان عشق مجازی نام می برد که اون عشق بستر و زمینه می شود برای عشق ابدی و ماندگار و جاودانه شهریار به ارزش‌های والای اعتقادی. دیوان استاد شهریار مشهون از شعرهایی است که در مقاطع مختلف زندگیش برای همه این مناسبت‌ها شعر سروده. شهریار میگوید جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را، نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را. کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم به دنبال جوانی کور راه زندگانی را. به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم که شب در خواب بیند همراهان کاروانی را. بهاری بود و ما را هم شبابی بود و شکرخوابی، چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون خزانی را. چه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی که در کامم به زهر آلود شهد شادمانی را. نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتن که از آب بقا جویند عمر جاودانی را. از این نوع شعرها و غزلیات، غزلهای ماه سفر کرده، توشه سفر، پروانه در آتش، غوغای غروب، بوی پیراهن و قصایدی همچون پرتو پاینده که شرح حال عشق دوران جوانی شهریار است، دیوان استاد شهریار مزین است. اما شهریار بعد از طی این دوران با چند نهیب یک بار گوشه عزلت می‌گزیند و چند سال در به روی کسی باز نمی‌کند که من که افتخار این رو داشتم در 10 سال آخر استاد، فاصله سالهای 57 تا 67 در خدمت استاد باشم، مکرر از زبانش شنیدم که می گفت این سالها سالهای تنبه من و سالهای حیات دوباره من بود. بعد از اون شهریار نوعی از شعر رو تجربه می کند که در واقع ترجمان حال زندگی شهریار است. شهریار عشقی عمیق به مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد. شاید ماجرای خواب یکی از علمای بزرگ معاصر حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی را شنیده باشید که گفتند شبی در عالم رویا می‌بینند که مجلسی آراسته شده و در آن شعرای بزرگ از دعبل و فرزدق گرفته تا شعرای معاصر همگان نشستند. حضرت به اطرافیان می‌گویند عین شاعرنا عین شهریار، کجاست شاعر ما شهریار؟ من برای اینکه این خواب رو مستند کرده باشم در کنگره 90 سال تولد استاد شهریار که در تالار وحدت برگزار می‌شد و مسئولیت اون کنگره با من بود، از فرزند آیت الله العظما مرعشی نجفی خواستم که آمدند و این خواب رو، جریان خواب رو در تالار وحدت عنوان کردند که در مجموعه سخنرانی‌های کنگره بزرگداشت 90 سال استاد شهریار که با عنوان دیدار آشنا چاپ شده آمده است. تا اون زمان آقای مرعشی نجفی اسم شهریار رو نمی دانسته و شهریار هیچ اطلاعی نداشته. صبح که از خواب برمیخیزد از اطرافیانش میپرسد شهریار نامی میشناسید؟ میگویند که شاعری است در تبریز.
بیشتر هم شعر عاشقانه میگوید چگونه است که شما از او یاد میکنید. حضرت آیت الله جریان خوابشون رو میگویند و اظهار علاقه میکنند که شهریار رو ببینند. چند نفر میان سراغ شهریار. استاد نقل میکرد، من خود شنیدم که میگفت وقتی اومدند گفتند که تو شعری برای حضرت امیر سروده ای؟ استاد با اشک چشم گفت من شعر را سروده بودم ولی هنوز به هیچ کسی این شعر را نخونده بودم. شعر همینجوری زیر تشکچه من بود. گفتم بله یک شعری سرودم. بشارت دادن که شعر مورد قبول خود مولا قرار گرفته است. شهریار می‌فرمود من صدها غزل و قصیده و مثنوی و سروده های فارسی و ترکی دارم، اما اگر همین یک شعر من مورد قبول حضرت امیر قرار گرفته باشد در روز قیامت به شفاعت آن حضرت امیدوارم. با اشک چشم این رو میگفتن. و به اعتقاد من یکی از دلایل ماندگاری استاد شهریار این است که شعرش رو به یک امر قدسی و ماندگار مثل حضرت امیر، مثل قرآن پیوند زده و تا قرآن، تا نام بلند مولا در دنیا هست که تا ابد خواهد بود، شعر شهریارم که پیوند بین عالم ها دارد خواهد پایید و روز به روز پر آوازه تر خواهد شد. من پیشنهاد روز ملی شعر ادب را به همین دلیل به نام شهریار پیوند زدم که شهریار هم معاصر است، هم شعرش مردمی است و هم در عالم شعر تبحر بیمانند دارد و هم شعرش روز به روز هم در زبان فارسی و هم در زبان مادریش ترکی ماندگار است. اجازه بدهید در پایان این عرایض من چند بند از حیدر بابای شهریار رو برای عزیزان ایرانی ترک زبان بخوانم که شهریار در خاطرات دوران کودکی و جوانیش که در حیدر بابا اون رو به تصویر کشیده چه گفته است. شهریار میگه حیدر بابا ایت امک ایترمز، امور کتر افسوس بره بیترمز، نامردولان امری باشه یترمز، بیزده والله اونوتمارخ سیزلری، گرم مسک حلال ادیم بیزلری. ترجمه فارسی این بند از حیدر بابا این است: ترک سپاس نان و نمک کار مرد نیست، حسرت به عمر تی شده داروی درد نیست، نامرد را هر آینه بردی به نرد نیست، ما هم نمیبریم تو را لحظه ای زیاد، ما را بکن حلال اجل گر امان نداد. حیدر بابا: یولم سندن کج اولدی، عمرم کشتی گلنمدم گج اولدی، هیچ بیلمدم گوزللرین نج اولدی، bilmezdim. Döngeler var, dönüm var, içkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Heydar baba: ze kuy tu rahem kec uftad, avak şetab umr be veslet aman nedad, men bi haber ze tali an gul ruhan şad, gafil budem ze piç u heme rah zindegi, zavaregi u merg u judayi u randegi. شعر ترکی شهریار در حقیقت اگر هم از نظر کمی با شعر فارسیش برابری نمی کند، شهریار در شعر فارسی خود با آفریدن چکامه های بلند مثل مثنوی تخت جمشید در قریب 300 بیت
عشق و علاقه خودش را به ایران و این خاک پاک به ثبوت رسانده، در شعر ترکی هم همین مضمون رو در شعر بلندی مثل سهندیه، مثل حیدر بابی سلام و غزلیات ترکیش افاده کرده است. در پیشانی سخن بندی از هذیان دل رو که در واقع ترجمه حال استاد شهریار بود برایتان خواندم. اجازه بدید همین مضمون رو در شعر ترکی استاد شهریار پایان بخش عرایض خودم برای ایرانیان عزیز مقیم آلمان در استودیوی خانه ایران قرار بدم. نیزه کشتی عمرون بیرو شاخلقته خوش اولدوم او دا یر گوی قطراخ گوش کمی داغلار توب یل کمی باغلار کشتی سونرا بیردن قطر altında قالب üstümden دیه بیلمم نقدر سل کمی داغلار کشتی ürəyimdən xəbər olsan necə keçdi ömrün göz yaşımda yazacaq mən günüm ağlar keçdi həmin məzmun is ki az eşq o cəvaniyəm çəpursi mən dəstə gülü bərab didəm dil bədrəqi ba nigah həsrət muvaffaq o sərəfraz başid xoşhal budam ki دقایقی در حضورتون بودم. زنده و پاینده ماشید.